دانشجویان عزیز و مشاور تحقیقات، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح همتون بخیر. در سلسله تدویر کنفرانس های علمی پیرامون موضوعات مختلف، امروز کنفرانس علمی را زیر عنوان زنجیره ارزش میوه‌جات، چالش ها و فرصت ها خدمت شما ارائه میکنم. بنده پاندوی دکتر فریدون کریمی هستم، عضو کادر علمی دانشکده زراعت دانشگاه البیرونی. موضوعاتی را که به ترتیب بالای صحبت خود کرده، بحث مقدمه است، مرور آثار است، روش است که به خاطر تهیه کنفرانس روی دست گرفته شده، نتایج است، مناقشه، نتیجه گیری، سفارشات و فهرست منابع است که در این کنفرانس از او استفاده شده. افغانستان از مجموع اراضی افغانستان که 65200 کیلومتر مربع هست، 12% فقط زمین های قابل کشت است، یعنی که زمین های که زیر کشت قرار داره و امکان توسعه زراعت در او وجود داره هست. 3% جنگلات، 46% علفچر هاست و 39% دیگر ساعت کویسانی داره. زراعت به تنهایی خود در حدود 62.2% شهروندان افغانستان به خود مشغول ساخته، یعنی که 62.2% شهروندان افغانستان از طریق زراعت به صورت مستقیم امرار معاش میکنند، که امی تولیدات زراعتی ما 21.9% مجموع تولیدات ناخالص ملی را تشکیل میده که در مجموع 44.1 میلیارد دلار سالانه و تولیدات ناخالص ملی افزود میکنه، که طبق گزارش CSO در سال 2016 از مجموع صادراتی که ما داریم از افغانستان به کشورهای دیگر و جلب اسعار خارجی، مجموعاً ارقام بانک جهانی در سال 2018 است که مجموعاً 771 میلیون دلار صادرات داریم، که 375 میلیون دلار از این فقط مربوط زراعت یا تولیدات زراعتی است، که 48.6% مجموع 6.8% مجموع تولیدات یعنی عواید ملی را تشکیل می دهد. و در سبزیجات و میوه‌جات در پتنهای خود از 375 میلیون دلار صادرات زراعتی 331 میلیون دلار زیر احتوا می کنه، یعنی اگر همه بسیار قابل ملاحظه است و در بود صادرات و کسب اسعار خارجی حرف اولا در قسمت زراعت تولیدات باقی و تولیدات سبزیجات میزنه، که مجموع زمین های زراعتی که زیر کشت محصولات باقی قرار دارند مجموعا 14% است که زمین های آبی است، 14% مجموع زمین های زراعتی را احتوا میکنه و 1.4 میلیارد دلار سالانه به عواید ناخالص ملی ما تولید میکنه، که از مجموع تولیدات ناخالص ملی در مربوط زراعت اگر حساب بکنیم این 34%ش تشکیل میکنه. پیداوارهای مختلفی که به کشورهای مختلف از افغانستان صادر میشه، در قدم اول انگور هست، در قدم دوم کشمش، سوم که سیب است و انار و سبزیجات و میوه‌جات دیگه است که به کشورهای دیگر صادر میشه. در مجموع محصولات زراعتی که تولید میشه در افغانستان، 1/3 از این به بیرون از کشور صادر میشه و 2/3 در داخل کشور مصرف میشه و یایی که در نتیجه ضایعات پس از برداشت ضایع میشه. کشورهایی که ما در اونجا صادرات داریم در قدم اول پاکستان، هندوستان قرار داره، کشمش به طور مثال به فدراسیون روسیه صادر میشه، کشور عراق، امارات متحده عربی و یک تعداد کشورهای آسیای میانه طبق ارقام 2018 بانک جهانی. مجموع تولیدات میوه و سبزی در افغانستان 3.9 میلیون تن در هر سال است، که این نظر به پیش بینی ها، نظر به پلان استراتژیک زراعت افغانستان تا سال 2026 باید این به 5 میلیون تن برسد. و این تغییراتی که قرار است اتفاق بیفته، یعنی افزایش محصولات باقی صورت بگیرد،
در حال حاضر که 3.5 میلیارد دلار با مزرعه 1.4 میلیارد دلار در عواید ناخالص داخلی افزود میکنه از طریق تولید سبزیجات میوه‌جات و این طبق پلان تا سال 2026 باید به 3.5 میلیارد دلار بالغ شود. تقاضای داخلی برای سبزیجات و میوه‌جات و میوه‌جات 0.9 میلیون تن میوه در داخل کشور تقاضا وجود داره و از جمع سبزیجات 1.4 میلیون تن تقاضا در داخل کشور وجود داره و طبق گزارش 2018 بانک جهانی در افغانستان 1.5 میلیون تن میوه و 2.4 میلیون تن سبزی تولید میشه که مازاد از این به کشورهای مختلف به صورت تازه و خشک صادر میشه و یک مقدار زیاد از این که یک رقم هنگفت است و هم در نتیجه یعنی کاستی ها در قسمت پوست هاروست یا مدیریت پس از برداشت ضایع میشه. با گزارش بانک انکشاف آسیایی در سال 2018 85% محصولات افغانستان بدون از اینکه پروسس شود او به بازارهای داخلی و بازارهای بین المللی و منطقه‌ای صادر میشه که یک رقم بسیار بزرگ است و در دیگر کشورها این رقم بسیار پایین است، یعنی اکثر محصولات در دیگر کشورها بعد از اینکه پروسس میشه و عموم مراحل مشخص و معین و عایدزای زنجیره ارزش تعیین میکنه و به بازار عرضه میشه، ولی این رقم در افغانستان به 85% میرسد. در این چارت شما مشاهده میکنید سهم زراعت در مجموع تولیدات ناخالص ملی که سال 2002 الی 2018 است و این سیر نزولی را نشان میده تا سال 2015، یعنی که سهم زراعت در تولیدات ناخالص ملی کاهش پیدا کرده به این معنی به تناسب سرمایه گذاری هایی که صورت گرفت، به تناسب صنعت که افزایش پیدا کرد و خدمات دیگه که روی دست گرفته شده، در نتیجه میزان سهم زراعت در تولیدات ناخالص ملی تا سال 2015 کاهش پیدا کرده، سیر نزولی داشته، اما در سال 2016 الی 2019 شما پس دوباره میبینید که سهم زراعت در قسمت تولیدات ناخالص ملی پس دوباره افزایش پیدا کرده که میشه دلایلش مختلف باشه، بروز جنگ ها، بروز فرار سرمایه ها و کاهش سرمایه گذاری ها و مشکلات دیگه این که ما شما شاهدی از او هستیم. در این چارت شما میبینید که سیر نزولی تولید میوه‌جات و مجموعه ساحاتی که میوه‌جات تولید میشه از سال 1990 الی 2019 هست، شما میبینید که سیر صعودی داره، یعنی ساحات وسیع‌تر، ساحات بیشتر زیر کشت میوه‌جات قرار گرفته و در قسمت سبزیجات همچنان هم توی یک سیر صعودی وجود داره که از سال 1990 تا سال 2019 ارقامش هست، ارقام از مؤسسه بین المللی غذا و زراعت ملل متحد یا FAO این ارقام از او است که نشان میده که اردو هم از لحاظ تولید میوه و هم از لحاظ تولید سبزی، ما هم از لحاظ تولیدات و هم از لحاظ پوشش زمین های بیشتر ما به سیر صعودی داریم. و مقاصدی که در این کنفرانس دنبال از او هستیم که باید حاصل شود، ما در این کنفرانس قرار است که مفاهیم اساسی زنجیره ارزش بیان بکنیم، مفاهیم اساسی تحلیل زنجیره ارزش بیان بکنیم و در نتیجه از این نتیجه گیری سفارشات بر مبنای امو چالش ها و فرصت هایی که پیرامون یا در امتداد زنجیره ارزش میوه‌جات هست او را بیان بکنیم و در مجموع مؤثریت مجموعه زنجیره ارزش میوه‌جات را خدمت شما توضیح بدیم. سوالاتی را که باید این کنفرانس به او پاسخ داده شود او این عبارت است که مفاهیم اساسی زنجیره ارزش زراعت چی است، در کدام حلقه ها یعنی کدام زنجیره ارزش در زراعت و بخصوص در قسمت تولید میوه‌جات در افغانستان مطرح است، کدام چالش ها و کدام فرصت ها وجود دارد
در پیرامون یا در امتداد زنجیره ارزش هارتیکلچر یا باغداری در باید به خصوص در قسمت زنجیره ارزش میوه‌جات و راه‌های حل چی است که چه تدابیر روی دست گرفته شود؟ خب زنجیره ارزش تعاریف مختلف میتونه داشته باشه، ولی تعاریف که صورت گرفته فقط به دو کاتگوری تقسیم میشه. تعاریف زنجیره ارزش، زنجیره ارزش از لحاظ ساختاری تعریف میکنیم که همین زنجیره ارزش یعنی چی است، و از لحاظ راهبردی یا استراتژیک تعریف میکنیم که زنجیره ارزش چگونه باید باشه. ولی در اینجا ما از لحاظ راهبردی تعریف زنجیره ارزش خدمت شما ارائه میکنیم، چون مقصد کنفرانس مهمی است و از لحاظ راهبردی زنجیره ارزش که اینجا یک تعریفی را که کپلنسکی در سال 2000 ارائه کرده و او را FAO ملاک عمل قرار داده در تهیه پلان های استراتژیک خود، میگه که زنجیره ارزش عبارت از فعالیت های ارزش افزایی است که طی آن محصولات خام زراعتی تغییر شکل داده شده و سرانجام به مصرف کننده رسانیده می شود و یا پس از استفاده دور انداخته می شود، به شیوهی که تمام واسطه ها به شمول تولید کننده، جمع آوری کننده، انتقال دهنده، عمده فروش، پرچون فروش و بالاخره مصرف کننده از اون نفع ببرن و منابع طبیعی که نکته بسیار مهم در اینجا است که منابع طبیعی نابود نشه، یعنی صدمه محیط زیستی نداشته باشه. به این شکل، به شکل باید استفاده شود از زنجیره ارزش، باید به شکل استفاده شود که منابع طبیعی صدمه نبینه. در اینجا تعریف ساده از زنجیره ارزش است که شما انپوت یا امو مواد خامی را که به خاطر پروسس و به خاطر تولید یک محصول مورد نیاز است، انپوت یکی از ارکان اساسیش است که اگر ما در قسمت باغداری در نظر بگیریم، زمین، آب، فعالیت های زراعتی، کارگر، مواد کیمیاوی، کود و تخم یا نباب، نهال، اینا تمامشان انپوت هستند که در سطح تولید و بالاخره در وقت در مرحله دومش که پروداکشن و پست هاروست است یا تولید و تدابیر پس از برداشت است که ایره در باغ، مثلا باغ و بعد از اینکه رفع حاصل صورت میگیره روی دست گرفته میشه و انتقال و رسانیدنش به دست مصرف کننده، که در اینجا دو ارکان اساسی که باید پیرامون از او توجه صورت بگیره روی است که تدابیر حمایوی در امتداد زنجیره ارزش از طرف ارگان های زیر دولتی و غیر دولتی روی دست گرفته شود و قواعد و قوانینی که تسهیل بکنه می پروسه را، پروسه ارزش افزایی که تمام واسطه ها از او استفاده یعنی مستفید شود، او پروسه را تسهیل بکنه و قواعد و قوانین مناسب در قسمت وضع بکنه. زنجیره ارزش به این معنا است که وصل ارزش افزا یعنی وصل عایدزا تولید کننده با مصرف کننده و وصل تولید کننده با وصل مصرف کننده با تولید کننده، به این معنا که این زنجیره ارزش زنجیره دو جانبه است، از یک طرف که تولید صورت میگیره میرسه بالاخره به مصرف کننده و تقاضای مصرف کننده همچنان در نظر گرفته میشه از لحاظ کیفیت، از لحاظ مزه، از لحاظ نیاز، مقدار، اینا تمامش فاکتورهای مختلف دیگه هستی در نظر گرفته میشه و انتقال داده میشه به تولید کننده و تولید کننده مطابق نیاز مصرف کننده چه میکنه؟ تا محصول تولید میکنه که یک رابطه دو جانبه است. این میره یک زنجیره ارزش پایدار میگه، هرگاه ما یک جهت از این در نظر بگیریم و یعنی تقاضای مارکه تقاضای مصرف کننده را در نظر نگیریم، این زنجیره ارزش پایدار نیست، بخاطر از اینکه ما سالهای بعد 10 سال، 100 سال، 20 سال، 30 سال، بالاخره 100 سال بعدم همین پروسه را داریم. تولیدات چون افغانستان کشور زراعتی است، ما عمدترین صادراتش هم صادرات میوه و سبزی و محصولات زراعتی است و ما اگر تقاضای مارکت های ملی بین المللی را در نظر نگیریم، ما یک زنجیره ارزش پایدار نخواهیم داشت. چرا مطالعه و بحث پیرامون زنجیره ارزش مهم است؟ این به این معناست که به صورت نمونوی کشورها صادرات و واردات بین کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به صورت نمونوی در اینجا تذکر داده شده و با افغانستان، شما وقتی که تولیدات صادرات افغانستان را در نظر بگیرید، در قسمت ایران شما خط
گلابی رنگ است. میبینید در پایین خط گلابی رنگ از صادرات ما رو نمایندگی میکنه که متاسفانه ما از لحاظ صادرات به کشور ایران بسیار تغییرات بسیار عمده رونما نشده. ما در اون خطی هستیم که قبلا بودیم از سال 2001 الی 2010. اما در قسمت واردات شما ببینید که یک خط بسیار سیر سعودی داره یا لینیر کورلیشن وجود داره که سیر سعودی داره از مجموع واردات که ما از کشورهای ایران داریم، از کشور ایران داریم سیر سعودی داره و در برابر ما صادرات ما به حد امو نسبی که سال 2001 وجود داشت هم اکنون هم همونطور ادامه داره. و در قسمت ترکیه را در نظر بگیرم، در قسمت ترکیه همچنان همی رفتن صادرات ما تفاوت چندانی نداشته ولی واردات از اوجه افزایش پیدا کرده. در قسمت پاکستان یک مقدار صادرات ما به نسبت تولید بیشتر میوه و سبزی و سهولت ترانسپورتیشن، سهولت انتقال یک مقدار افزایش پیدا کرده، یعنی افزایش نشان میده از سال 2003 به این طرف افزایش نشان میده. ولی در مقابل از این بیشترین وارداتی را که ما داریم از کشور پاکستان داریم که یک رقابت بسیار تهدیدآمیز برای صنعت باغداری در آینده تلقی میشه. در اینجا همچنان شما همه واردات که از ایران در نظر بگیریم، واردات میوه خستباب مختلفه مثل پسته و انگور، کشمش، مرکبات یا سیتروس، تربوز، اینا رو در نظر بگیریم. و حالی اگر ما شاید واردات از کشور ایران هستیم که سیب و بادنجان رومی که وارد کشور میشه، بخصوص پس از اینکه فصل عادی سپری میشه و در فصل غیر عادی یا فصل خزان و زمستان که واردات از ایران صورت میگیره، که یک آف سیزن میگیم و یک آن سیزن میگیم، اصلا ما در آن سیزن یک مقدار تولیدات ما یعنی مازاد داریم، صادرات داریم و میتونیم با او کسب اسعار بکنیم از بازارهای ملی و منطقه و بین المللی. اما در آف سیزن با ما مشکل و یا زیر فشار واردات کشور ایران و کشورهای مختلف قرار داریم. در اینجا کشور ایران نشان میده که ما از لحاظ صادرات هم در سطح پایین و در لحاظ واردات در سطح بسیار بلندی ما میزان زیاد از محصولات ایرانی را وارد کشور میکنیم که یک تهدید بزرگ برای صنعت باغداری در آینده و در حال برای در آینده خواهد بود. اینجا در کشور پاکستان هم را در نظر بگیریم، کشور پاکستان اگر در نظر بگیریم همچنان از کشور پاکستان صادرات ما خوبتر از نسبتاً بیشتر هم طور که تذکر دادم یک مقدار نسبتاً افزایش پیدا کرده، ولی در برابر از این واردات ما هم افزایش پیدا کرده. میوه‌جات مختلف از کشور پاکستان، سبزیجات مختلف از کشور پاکستان وارد در افغانستان میشه، و خصوص در زمانی که ما تولیدات داخلی هم داریم و در اون زمان میوه‌جات و سبزیجات مختلف از پاکستان وارد میشه و تولیدات داخلی را زیر فشار قرار میده و بهای اندک و کمتر هم در کشور ما وارد میشه. نکته دیگر بسیار مهمی که در اینجا وجود داره او ایست که ما از لحاظ رقابت هایی که در سطح جهان و سطح منطقه در قسمت تولیدات باقی رونما شده از سال 1960 الا سال 2018 را این ارقامش در اینجا به صورت ویدیو نشان داده میشه. شما ببینید که رقابت های جهانی در سال به طور مثال در سال 1965 آمریکا در صدر است، ایتالیا دوم، هندوستان، فرانسه او وقت اتحاد جماهیر شوروی بود و چین است که در ردیف پنجم قرار داره، برزیل و تقریبا از او دیگه کشورهای همسایه که از جمله چیز است هندوستان که خریدار عمده ماست، ایران است که از لحاظ رقابت تولیدی یک به صورت سرسام‌آور افزایش پیدا کرده تولیداتشان، همچنین پاکستان است. ولی متاسفانه ما در ردیف تولید کننده های عمده میوه‌جات قرار نداریم. الا شما رقابت های جهانی را میبینید که به طور مثال در سال 1976 دهه 70 و 80 این دهی زمان چون آمریکا از تکنولوژی برتر برخوردار بوده قدم اول تولیداتشان در حد اعظمی بوده، ولی به تعقیب شما باز میبینید که چین با کدام سرعت که کشور همسایه ما هست با کدام سرعت میتونه دیگه کشورها را پشت سر بگذارونه و بالاخره در ردیف اول تولید کننده های میوه‌جات تازه قرار بگیره که بعد از او باز افزایششان چون تکنولوژی هم به چین سرازیر میشه در این مدت پس از سال دهه 80 1980 به این طرف
همچنان با استفاده از نیروی بشری تفاوت یا تفاوت‌های اقلیمی که در جغرافیای چین قرار داره، یعنی مزیت‌های مختلف یا فرصت‌های مختلفی که اینا دارن میتونن در صدر جدول قرار بگیرن، که در حال حاضر که تا سال 2017 است چین در صدر قرار میگیره، هندوستان دوم است و به ترتیب همونطور دیگه کشورها قرار میگیره و کشور ایران که همسایه غربی ما در ردیف هشتم و نهم این تولید کننده های عمده قرار میگیره. پاکستان همچنان افزایش پیدا میکنه مقدار تولیداتش، در 20 بهترین تولید کننده قرار میگیره، که ولی رشد سرسام‌آوری که یا رقابت شدیدی که بین کشورها در تولید محصولات باغی که در اینجا در این ویدیو نشان داده میشه، این بسیار یک یعنی میتونه برای بازارهای عنعنوی که افغانستان در اونجا صادرات داشتن و مواد زراعتی را در اونجا عرضه میکردن، این بازارها را مورد تهدید قرار میدن. شما همینطور میبینید که تا سال همونطور چین در صدر قرار داره، در سال 2010 به طور مثال هندوستان دوم، برزیل سوم است، ایالات متحده، ترکیه یک کشور قوی صادر کننده و تولید کننده و صادر کننده میوه‌جات تبدیل شده و کشورهای دیگه به ترتیب از این قرار دارند. خب روش جمع‌آوری معلومات و تحلیل معلومات در این کنفرانس ما روش ریویو صورت گرفته یا مرور صورت گرفته که به صورت کمی و کیفی معلومات و ارقام جمع‌آوری شده و تحلیل شده به خدمت شما اینجا ارائه میشه. و به خاطر وضاحت موضوعات دوسه مطالعه موردی را همچنان خدمت شما ارائه میشه. خب اولین مطالعه موردی ما در مورد انگور است. انگور یکی از پیداوارهای اساسی افغانستان است که در لحاظ صادرات که بود پیشتر گفتم در صدر جدول قرار داره و زنجیره ارزش تحلیل زنجیره ارزش انگور که صورت گرفته که تولید کننده، جمع‌آوری کننده، عمده فروش، پروسس کننده، یک تعداد کارخانه هایی که در داخل افغانستان ایجاد شده در اواخر محصولات انگور را پروسس میکنن، مثلا کشمش پروسس میکنن، گویی که بالاخره انگور به کشمش تبدیل میشه و بازارهای ملی منطقه‌ای و بین المللی صادر میشه که زنجیره ارزش به صورت مفصل در اینجا توضیح داده شده. اما نکته بسیار مهمی که در قسمت تولیدات انگور در افغانستان هست این است که ما از لحاظ قیمت تولیدات انگور، قیمت فی کیلوگرم در محصولات ما اونقدر تغییر در داخل کشور صورت نگرفت، یعنی رونما نشده، اما در برابر از اون خط سبز رنگی که نشان دهنده تولیدات و قیمت انگور ایرانی است، شما میبینید که در کشور ایران در سال 2007 قیمت فی کیلوگرم که در داخل بازار افغانستان می آمد و به فروش می رسید 0.6 دلار بود، ولی در حال حاضر 0.381 دلار شده، یعنی این قیمت پایین است و این میتونه یک رقیب بسیار شدید برای محصولات انگور افغانستان در داخل کشور و کشورهای اطراف پیرامون ما دارد باشد. ولی در قسمت پاکستان ما قیمت های، چون پاکستان از تولید کننده عمده انگور نیست، ما اینجا مشاهده میکنیم که قیمت در پاکستان افزایش پیدا کرده و یک فرصتی است و می خاطر است که صادرات ما بیشتر به کشور پاکستان است، چون از لحاظ تولید و از لحاظ قیمت تولیدشان هم کم است و قیمت هم در اونجا بلندتر است، ولی ایران از لحاظ تاریخی تولید کننده بسیار عمده انگور است و حتی واردات دارند در داخل افغانستان، انگور ایرانی وارد میشه، کشمش ایرانی وارد میشه و در اینجا تولید یا صنعت باغداری داخلی افغانستان زیر فشار قرار میدن. و در اینجا نقشه تهدیداتی که پیرامون افغانستان هست، کشورهای منطقه در حال رشد هستند، کشورهای آسیای میانه که یک مثلا قزاقستان، ازبکستان از لحاظ تاریخی تولید کننده بود، ولی کشورهای دیگه مثل تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و این کشورهای دیگه هم شروع کردن به صنعت باغداری و یک افزایش پیدا کردن. شما اگر باید داشته باشه یک وقتی ما یک مقدار محصولات باغی رو به کشور تاجیکستان این قسمت ها صادر میکردیم، ولی حالا تاجیکستان از لحاظ تولیدات و
یعنی صادر کننده است برای کشور ما انگور صادر میکنه. یعنی این یک تهدید هست که ما تدابیر خود باید داشته باشیم، هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ تولیدات، افزایش تولیداتشان. در اینجا افزایش تولیدات، یعنی افزایش سالانه تولیدات محصولات انگور در افغانستان نشان میده که سالانه 20,000 تن سالانه فیصدی افزایش انگور است، اما شما امو در حالت رکودش باقی مانده. افغانستان با مزرد افغانستان در حالت ابتدایش مانده، ولی کشورهای دیگه در حال رشد هستند. مثلا ایران افزایش درصد افزایش سالانش 100,000 تن است. چین هست امریکا هم به افزایش شدید دارد، ترکیه هم به تولیدات بسیار شدید دارد، 240,000 تن یعنی افزایش سالانهشون، درصد سالانهشون هست. ولی در افغانستان در اون سطح که قرار داشت، در اون سطح بسیار زیاد تغییر در اون نیامده. خب در قسمت نتیجه گیری در مطالعه موردی ما پیرامون انگور تازه، ما سطح رقابت ها در بازارهای داخلی، بازارهای منطقه‌ای و بازارهای بین‌المللی در برابر تولیدات انگور افغانستان افزایش پیدا کرده، کشورهای دیگه افزایش پیدا کرده، سواد زیر کشتشان و تولید انگورشان، و این یک رقابت بسیار جدی را متوجه تولیدات داخلی افغانستان کرده. مشکل دیگه‌ای که ما در قسمت تولید انگور داریم این است که امو اینپوت یا مواد خامی را که به خاطر تولید محصول ما نیاز داریم، او برای ما قیمت تمام میشه. به طور مثال ایران خودش تولید کود تولید میکنه، مواد کیمیایی تولید میکنه، پاکستان همچنان، این برایشون ارزان‌تر تمام میشه. ولی تمام چی که یعنی اکثریت مواد کیمیایی، اکثریت مواد خام، اکثریت کود، این مواد بذری، اینا کلش در افغانستان از بیرون وارد میشه و این برام تولید کننده برای یعنی مصارف تولید افزایش پیدا میکنه. وقتی که مصارف تولید افزایش پیدا کرد، عاید برای تولید کننده کاهش پیدا میکنه. این دیگه تهدید خطرناک است. دیگه قیمت در سر مزرع، قیمت محصول در سر مزرع بسیار پایین است که یکی از نقصایی که در ایجاد زنجیره ارزش انگور وجود داره این است که بیشترین مفاد که یک تحلیل دیگه که صورت گرفت، بیشترین مفاد تا صادر کننده حاصل میکنه، در حالی که تولید کننده اگرچه در ردیف دوم قرار داره اما میزان کمتر دریافت میکنه. واسطه های دیگه که در وسط صادر کننده و تولید کننده قرار داره و کمترین عایده به دست میاره. و صادرات ما کاهش پیدا کرده، بعضی وقتا بعضی مشکلات ایجاد میشه، تعرفه ها باز میشه مثلا از طرف دولت پاکستان که صادرات ما کاهش پیدا میکنه. یک تهدید دیگه است و دیگه ای که همین شرایط تجارت انگور بسیار زیاد سرازیز زیاد یعنی تمرکز زیاد نیاز است که صورت بگیره. به طور مثال در قسمت سرتیفیکیشن، در قسمت تصدیق، در قسمت معیاری سازی و بخصوص تمرکز بیشتر بالای تولید ارگانیک انگور بیشتر باید صورت بگیره که ما بتانیم امو جایگاه تاریخی صادرات انگور در کشورهای منطقه و کشورهای دوردست چیز بکنیم، اون را حفظ بکنیم حداقل. مطالعه موردی دیگه در قسمت کشمش است که دومین قلم صادراتی باغداری افغانستان است که معلوم دار کشمش محصولی است که وقت دهقان ناچار میشه که انگور تازهش به مارکت به موقع صادر نمیشه و به فروش نمیرسه، ناچار میشه به کشمش رو تبدیل میکنه. اگرچه کشمش یکی از گزینه های پروسس انگور است، اما اگر تازه به مارکت عرضه شوه این عواید دهقان به مراتب بیشتر میکنه نظر به این که کشمش به کشمش تبدیل شود. و بخصوص که وقتی ما فقط کشمش در اینجا تولید میکنیم و صادر میکنیم و دیگر گزینه های پروسس از این گزینه های فراورده سازی های دیگه ای که از کشمش صورت میگیره این دیگه کشورها صورت میگیره و منافعش دیگه کشورها او را به دست میارن. در قسمت کشمش ما یک مقدار وضعیت ما از لحاظ رقابت قیمت هم بهتر است و از لحاظ جایگاه ما در قسمت حفظ جایگاه ما در قسمت مارکت های منطقه‌ای و جهانی هم بهتر است. چرا؟ یکی از دلایل ازی است که هنوز هم تولیدات افغانستان به عنوان تولیدات ارگانیک شناسایی میشه، اگرچه تهدیدات در این قسمت وجود داره اما به صورت ارگانیک تلقی میشه. در اینجا شما قیمت ها را میبینیم که محصولات قیمت در پاکستان افزایش پیدا کرده
که به نفع ما است. یعنی ما میتونیم که کشمش بیشتر صادر بکنیم به کشور پاکستان، اما در قسمت ایران قیمت کشمش زیاد تغییر نکرده. حتی در داخل بازار داخلی افغانستان وقتی کشمش ایرانی وارد کشور میشه، این میتونه یک رقیب بسیار شدید برای تولیدات داخلی افغانستان باشد و قیمت کشمش افغانستان افزایش پیدا کرده در مارکت داخلی و هم در مارکت های که منطقه‌ای و جهانی. که یک نوید خوبی است در قسمت کشمش. یعنی کشمش ما به تناسب انگور البته از جایگاه خوبتر در مارکت ها برخوردار است. بعد همونطوری که چون کشمش هم پیداوار انگور است، همونطور تهدیداتی که پیرامون ما زنجیره ارزش انگور افغانستان وجود داره، همونطور تهدیدات در قبال کشمش افغانستان هم وجود داره و کشورهای جدید یا تولید کننده های جدید بروز میکنند و کشور چین که بسیار به صورت سرسام‌آور تولیدات خود داره، ایران همچنان تولیدات خود افزایش داده، پاکستان همچنان بالای کار میکنه و هندوستان شما پیش دیده که دومین تولید کننده شده از لحاظ تولید میوه‌جات تازه که انگور هم شامل از این میشه. یعنی هرگاه این هندوستان بتونه مصارف داخلی خود از لحاظ تولید انگور تکافو بکنه، در اون صورت باز بازارهای هندوستان که ما در اونجا صادر میکنیم انگور کشمش هم برای تهدید قرار میگیره، که یک تهدیدی است که تدابیر خود باید این قسمت داشته باشیم. و در قسمت درصد افزایش سالانه کشمش همچنان ما یک مقدار تفاوت نسبت به انگور وجود داره، یک مقدار افزایش پیدا کرده، ولی به تناسب کشورهای منطقه و کشورهای جهان ما هنوزم در سطح بسیار پایین از این لحاظ قرار داریم که با توجه ویژه و نیاز داریم. در قسمت نتیجه گیری پیرامون مطالعه موردی کشمش، ما هنوزم رقابت شدید بین کشمش های تولید شده در کشورهای اطراف و کشورهای منطقه و جهان و کشمشی که در داخل افغانستان است این وجود داره و این رقابت افزایش پیدا میکنه، به خاطر اینکه پیشتر ما گفتیم که تولیدات داده که کشور افزایش پیدا کرده و بخصوص بحث کوالیتی کنترل یا کنترل کیفیت داده که کشورها روی دست است و در افغانستان متاسفانه که در این قسمت ما کاستی های بسیار شدید داریم و به می خاطر عایدات برای تولید کننده پایین آمده و ما همو بازارهای عنعنوی را دنبال میکنیم، یعنی بسیار زیاد چی نشدیم با معاصر یعنی عصری نشدیم از لحاظ و دیگه ای که رقیبا افزایش پیدا میکنه و کوالیتی ما در چیز در حالت در تولید کشمش کوالیتی را ما داریم یک مقدار تغییرات در قسمت استفاده از که مواد کیمیایی زراعتی رونما شده، اما هنوز هم ما یک فرصت داریم که همو جایگاه ارگانیک بودن کشمش را حفظ بکنیم و با ارگانیک بودن و تولید ارگانیک بتانیم که با کشورهای منطقه و دیگه کشورها که بیشتر از مواد کیمیایی استفاده میکنن با او بتانیم رقابت داشته باشیم، که ایره باید ما ترویج بکنیم. به طور مثال جلغوزه افغانستان به خاطر از این خریدار بسیار شدید داره که ایره به صورت بدید ارگانیک میبینه، نه به صورت طبیعی تولید میشه و هیچ گونه مواد کیمیایی در اوج استفاده نمیشه. یکی از مزیت هایی که مثلا جلغوزه افغانستان داره این می است که زیاد بازار برش به خصوص در کشور چین و کشورهای دیگر اخیرا ایجاد شده و معلوم دار که چون پیداوار اساسی باغداری انگور است و انگور به کشمش تبدیل میشه و از لحاظ محاسباتی که ILO یا International Labour Organization یا مؤسسه بین المللی کارگر چیز کرده محاسبه کرده، گفتن که هر قدر ما بتونیم کشمش بیشتر تولید بکنیم و ما اندازه میتونیم ایجاد شغل بکنیم برای شهروندای افغانستان. خب در قسمت جمع بندی یا نتیجه گیری عمومی یک SWOT analysis اینجا خدمت شما تهیه کردیم با در نظر داشته مطالعاتی که خدمت شما ارائه شد. در اینجا ما همو شاخص های اساسی که SWOT analysis داره که strength است، weakness و threats and opportunity یا نکات قوت، نکات ضعف، تهدیدات و فرصت ها به این شکل نتیجه گیری خدمت شما ارائه میکنیم. در قسمت نکات قوت، ما نکات قوت ما این است که مارکت های محلی و مارکت های منطقه‌ای خوبی داریم. پیشتر که من تو تذکر دادم پاکستان یا هندوستان هنوزم یک خریدار بسیار عمده محصولات باقی افغانستان است.
تیر میتونیم یکی از نکات قوت قلمداد بکنیم و صد بالای کنترل کیفیت یا تولید با کیفیت محصولات باقی هم توجه صورت گرفته، یک اندازه و ای به انکشاف نیاز داره. یک نقطه قوت دیگه است، ما اگر هر قدر بتونیم با کیفیت تر تولید بکنیم، ما میتونیم در بازارهای منطقه‌ای و حتی بازارهای داخلی، بازارهای منطقه‌ای و جهانی رقابت کرده بکنیم. و فرصت دیگری که ما داریم این است که ما میتونیم که تولیدات ارگانیک داشته باشیم، یک مقدار در قسمت استفاده از ادویجات کیمیاوی، از مواد دیگه اگروکیمیکالز، از اینا جلوگیری شود. ما میتونیم اما تولیدات ارگانیک داشته باشیم و با بازارهای منطقه‌ای و جهانی از این لحاظ بتونیم رقابت بکنیم در برابر تولیدات غیر ارگانیک و نانو ارگانیک دیگر کشورها. و نقطه قوت دیگه که ما داریم، یکی عمده‌ترین دیگه ایش ای است که ما از لحاظ اقلیمی یک اقلیم متنوع در سراسر افغانستان داریم. به طور مثال اگر ما شمالی را یا قندهار را یا قسمت‌های فرا، هرات یا قسمت‌ها را در قسمت تولید انگور در نظر بگیریم که شب‌های سرد، روزهای گرم و این سبب بشه که همی میزان مجموعه شکر یا تیسس انگور بلند بره و در نتیجه انگور خوشمزه و با کیفیت تولید شوه. و ما میتونیم یک فرصت بسیار خوبی است که ما از تنوع اقلیمی برخوردار هستیم و میوه‌جات مختلف میتونیم تولید بکنیم و یعنی مزه خوب داره. نقطه قوت دیگه ای است که در قسمت تولیدات میوه‌جات ما میوه‌جات را تولید میکنیم از مزه خوبتر نسبت به دیگه اکثر از کشورهای که پیرامون ما هستند برخوردار است و یک نقطه قوت است. و کیفیت بسیار خوب، وقتی که ما انار ما را یعنی ملاحظه میکنیم، مشاهده میکنیم، انگور را مشاهده میکنیم یا محصولات دیگه که از انگور ساخته میشه، کشمش، اینا را مشاهده میکنیم، از کیفیت بسیار خوب برخوردار است و این کیفیت سبب میشه که ما بتونیم در بازارهای منطقه‌ای، داخلی منطقه‌ای و بین المللی رقابت بکنیم و بازارهای جدید هم چی بکنیم؟ شناسایی بکنیم و در اونجا صادرات داشته باشیم. در قسمت نکات ضعف که ما داریم این است که اگرچه پروژه های مختلف به شمول پروژه متعددی که از طرف وزارت زراعت تطبیق شده، باغ های جدید در نقاط مختلف ایجاد شده، اما ما یک تعداد باغ های کهنه هم داریم که به نوسازی و یکسان سازی نیاز دارند. باغ های کهنه ما اکثرا به صورت مختلط است که اگر هرگاه در قسمت عمده فروشی در نظر بگیریم، او را یک تعداد زیاد ورایتی های مختلف در اگر محصولات مختلف در نظر بگیریم، ورایتی مختلف در یک باغ تولید میشه که به جوانسازی نیاز داره. یک نکات ضعف ماهی است تکنولوژی که مطابق شرایط عینی افغانستان باشه، شرایط عینی باغداری و زراعت در مجموع زراعت افغانستان باشه. ما به این تکنولوژی کمبودش مواجه هستیم که در این قسمت توجه صورت بگیره. البته هر تکنولوژی در اینجا قابل تطبیق نیست، تکنولوژی که مطابق شرایط عینی و ذهنی افغانستان باشه. دانش یکی از فاکتورهای بسیار ضعیف، یعنی نکات ضعیف که هست این است که یعنی سطح دانش در سطح تولید کننده، در سطح جمع‌آوری کننده، پروسس کننده، عمده فروش، پرچون فروش و بالاخره صادر کننده وجود دارد، کاهش آگاهی است. به طور مثال تولید کننده رابطه چندانه یا بگویم اصلا رابطه با صادر کننده نداره. صادر کننده بازارهای بین المللی و ملی، منطقه‌ای و ملی داره، این میتونه مطالعه بکنه و او میتونه محصولات که تقاضاهای مختلف را که مصرف کننده ها روی دست دارن، یعنی مصرف کننده ها متقاضی از او هستن، او را انتقال بکنه بتا به تولید کننده. تولید کننده مطابق نیاز مصرف کننده تولید داشته باشه و او را عرضه بکنه به مارکت. کی در این قسمت ما به یکی از نقصایی که وجود داره ای است. و نقص دیگه ای که وجود داره ای است که ما در قسمت تولیدات ما به صورت جدا جدا قطعت قطعه است. زمین های کوچک داریم و باغ های کوچک داریم و اگر تقاضای بسیار عمده در قسمت عرضه مارکت محصولات مختلف باقی وجود داشته باشه، ما در این قسمت ما نمیتونیم که مثلا تقاضای چندین تن به صورت همزمان تکافو بشه که به مارکت های بین المللی و صادر شود مارکت های منطقه‌ای.
که یکی از نقصها دیجا یا فرگمنتیشن آر پرودکشن است که در نقاط مختلف تولید میشه و قطعات زمین کوچک است. تهدیداتی که در قبال تولیدات باقی و بخصوص میوه‌جات وجود داره او این است که موقعیت جغرافیایی افغانستان یکی از تهدیدات بتونه هم میتونه یک فرصت باشد از لحاظ یک خط وصل بین شرق و غرب و شمال و جنوب و هم میتونه از لحاظ جیوپولیتیک اون یک تهدید باشه که بحث سیاسیش هست این میتونه یک تهدید باشه که تهدیدات کنه پیامدهایش که بروز جنگ ها یاسه معلوم است و رقابت هایی که در کشور ما پیرامون کشور ما کشورهای دیگه و چیز تولید بیشتر محصولات باقی رو آوردن و رو افزایش دادن این یک رقابت های بسیار خطرناکه که وجود داره یک میتونه یک تهدید بسیار کلان باشه و نقطه بسیار مهم دیگه ای است که گلوبال وارمینگ یا گرمایش زمین که در کنفرانس قبلی پیرامون صحبت مفصل داشتیم یکی از تهدیدها میتونه باشه که میتونه تولیدات ما را کیفیت تولید اینا را مورد تاثیر قرار بده. فرصت هایی که ما داریم در قبال نقاط ضعف و در قبال تهدیدات فرصت هایی را که ما داریم ما مارکت های نو میتونیم پیدا کنیم. به طور مثال هرگاه ما با سرتیفیکیشن یا تصدیق نامه در محصولات ما ایرا بتونیم معیارهای هکاپ به طور مثال هکاپ آیسو و کودکس بتونیم در اینجا روی دست بگیریم به طور مثال سرتیفیکیت و یا ایمو تصدیق نامه را به محصول صادر بکنیم نهادهای مشخصی اینجا این وظیفه را بگیرن ما میتونیم بازارهای جدید در به طور مثال در شرق دور در ژاپن کوریا ایجا شناسایی بکنیم و صادرات داشته باشیم در قسمت این یک فرصت است. تکنولوژی، افزایش تکنولوژی چون ما میتونیم یک مقدار تکنولوژی را که به تناسب وضع اقتصاد ما به تناسب شرایط عینی ما میتونیم تکنولوژی را وارد بکنیم و این را استفاده بکنیم در افغانستان این یک فرصت دیگه است که این امکانش وجود داره و تولید ارگانیک یک فرصت دیگه است که ما میتونیم رقابت حفظ بکنیم و حتی با کشورهای بسیار دیگه که تولیدات نانو ارگانیک دارن این را در قبال از اینجا سرمایه گذاری صورت بگیره و ما میتونیم میره تولید ارگانیک ما را ساده بکنیم به کشورها و مارکت های جدید بعد از بیاریم یعنی شناسایی بکنیم و گپ مهم دیگه ای است که در داخل کشور فرصت های ایجاد کارخانه های پروسس محصولات باقی وجود داره کارگر وجود داره قشر جوان که به قول 70% نفوس افغانستان را تشکیل میده و قول 65% نفوس افغانستان را تشکیل میده که قشر پرتحرک پر انرژی است و فرصت قوه کار نیروی کار وافر وجود داره سرمایه گذاری ها در قسمت پروسس و تولید محصولات دیگه از محصولات باقی روی دست گرفته شد و این یک فرصت بسیار عمده است که در این عرصه هر قدر سرمایه گذاری صورت بگیره فرصت در این قسمت وجود داره. و نکته دیگه این است که ارتباط تولید کننده با مصرف کننده چه در کشورهای منطقه‌ای چه در کشورهای دورتر و در داخل کشور ارتباط تولید کننده با مصرف کننده تأمین شده میتونه با بسیار مصرف اندک و یک فرصت است که روی ازی باید سرمایه گذاری صورت بگیره و توجه صورت بگیره. و نکته بسیار مهم دیگه ای است که در قسمت ایجاد سردخانه ها ما و برق دوامدار نیاز داریم که یک مشکل است که اگر ما برق دوامدار در نظر بگیریم یک تهدید است برای ما ولی در قبال ازی یا در مقابل ازی ما میتونیم بالای ایجاد گلخانه ها سرمایه گذاری بکنیم. گلخانه ها اگر ما فرزند بتونیم تولید محصول دو ماه تمدید بکنیم این دو ماه تمدید به این معناست که ما یک محصول که فرض کنیم که یک محصول در ماه میزان سنبله میزان ای و ختم میشه ما این را که تمدید بکنیم تا ماه های قوس این قسمت ها ما یک مقدار زیادی از محصول یا عاید بسیار زیادی را از این طریق ما میتونیم تولید بکنیم که در بازار عرضه شود و حداقل از واردات بیرونی جلوگیری شود. این یک راه حل است. راه حل دیگه ای است که پیشنهاد بکنیم که تحقیقات
در عرصه زراعت هر ابعاد مختلف تحقیقات به این معنا نیست که ما فقط مو نسل گیری رو در نظر بگیریم یا بریدینگ رو در نظر بگیریم. تحقیقات در ابعاد مختلف روی دست گرفته شده و استخدام اعضای کادر علمی من حیث مامور یا من حیث مشاور به این معنا نیست که ما از اعضای کادر علمی یا از تجارب یک نهاد تحصیلی مستفید شده می اگه داره یک کسی را استخدام میکنه و یا مشاور تعیین میکنه میگم که میگه که فقط امی بود و خلاص. این به این معنا نیست. تحقیقات باید به صورت هماهنگ از تمام ظرفیت هایی که در یک نهاد اکادمیک وجود داره، نهادهای سکتوری باید از این استفاده شوه و تحقیقات به صورت هماهنگ روی دست گرفته شوه بین وزارت تحصیلات عالی، نهادهای مربوطه وزارت تحصیلات عالی و نهادهای سکتوری مختلف این روی دست گرفته شوه و تحقیقات متعدد روی اندازی شوه و فرصت‌های نو، فرصت‌های جدید شناسایی شوه و عرضه شوه. و بازم موضوع ارگانیک فارمینگ است دیگه، استانداردیزیشن که گفتم پیشتر که مطابق امور استانداردهای هکاپ و کودکس الیمنتریوس و آیسو باید سرتیفیکیت ساده شوه. دیگه گپ مهمی ای است که در قسمت تولید آی پی ام در نظر گرفته شوه، یا اینتگریتد پست منیجمنت یا امور تنظیم تلفیقی آفات، آفات امراض هر دویش در نظر گرفته شده و ما امو هدف تولید با کیفیت چی بکنیم؟ به دست آورده بتونیم که از حیث تولید ارگانیک همچنان این حائز اهمیت است. نباتات جدید همونطور که پیشتر گفتم تحقیق شده و ترویج شده. به طور مثال میوه‌جات مختلف که وجود داره از لحاظ طبی ارزش طبی دارن، مثل قرقات که گلوبیری میگنش یا خرمای روغنی میتونه ترویج شوه، خرمای مختلف میتونه ترویج شوه در ساعات مختلف با به کمتر نیاز داره، این میتونه یا نباتات دیگر تحقیق شوه و ترویج شوه و آموزش های مختلف برای دواقیم داده شوه، برای واسطه های مختلف در امتداد زنجیره ارزش باید داده شوه تا ما بتونیم امو زنجیره ارزشی که بتونیم طبق تعریف که تمام واسطه ها از اون مستفید شوه ولی منابع طبیعی صدمه نبینه اما مو هدف نایل شوه. قرضهای کوچک باید برای دواقین داده شود، دواقین برایشان آموزش ها داده شود، دادخواهی صورت بگیره در قسمت بهبود زنجیره ارزش محصولات خصوصا میوه‌جات و دواقین در انجمن ها، در کوپراتیف ها، در گروه های مختلف جمع‌آوری شوند و اینا به صورت مجموعی بتانند که امون تقاضای مجموعی که یک چی داره، یک تاجر داره به طور مثال اکتداد مقدار زیاد انگور نیاز است، یک باغ نمیتونه رو تدارک ببینه، ولی وقتی که یک کوپراتیف ساخته شوه، یک انجمن ساخته شوه، این انجمن میتونه به صورت وسیع مقدار مورد تقاضا رو به عرضه بکنه و تاجر با او ساده شوه به مارکت های منطقه‌ای و بین المللی و در نتیجه از این نیازهایی که در اونجا در از این حیث وجود داره تکافو شده و این منابعی است که ریویو شده در این کنفرانس ما، منابعی از بانک جهانی است، منابعی از سازمان خوراک و زراعت ملل متحد است، منابعی از بانک انکشاف آسیایی است، منابعی از مؤسسه بین‌المللی کارگر است و نکات ریسرچ های مختلفی که صورت گرفته در این قسمت از اینا استفاده شده. تشکر از توجه شما و حالا هم سوالی باشد که من در خدمت شما هستم و تقاضا دارم که بحث ایجاد شود و سوال ها مطرح شود، ما بتونیم یک گفتمان علمی منطقی را در اینجا داشته باشیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.